در این برنامه بحث من متمرکز خواهد بود بر در واقع چارچوب نگرشی که روحانیت در جامعه ایران ارائه داده و اینکه از دل این چه نوع جامعه ای امروز شکل گرفته، جامعه ایران در کدام عالم داره زندگی میکنه. تصور من این هست که جامعه امروز ایران یک جامعه خواب‌آلوده است، یک جامعه است که شبیه خوابگرد هاست، جامعه ای نیست که با واقعیات به طور کلی عرض میکنم، البته خب بعضی از شهروندان ایرانی هستن که در اون چارچوب ها نگاه نمیکنن به عالم، اما به طور کلی وقتی نگاه میکنین یه جامعه است که حالت خوابگرد داره، جامعه است که در عالم آنچه که بهش عرضه میشه عمدتا رؤیا و خیال بافی است و نه واقعیات، چون نظام آموزشی، دستگاه فرهنگی، اونچه که به عنوان رسانه مطرحه، من معتقدم در ایران ما رسانه نداریم، دستگاه تبلیغاتی هستن، اونچه که این دستگاه تبلیغاتی به مردم عرضه میکنن عمدتا خیال بافی است، بردن مردم هست به عالم هپروت، تصویری از عالم واقع، چه عالم واقعی که امروز جامعه ایران داره درش زندگی میکنه و چه عالم واقعی که در دنیا هست، چنین چیزی در جامعه ایران بسیار غریب و گم شده هست. کاری که روحانیت شیعه در 14 گذشته با در اختیار گرفتن همه منابع کشور انجام داده، ترویج خیال بافی و توهم بوده، مردم رو به زندگی در عالم خیال دعوت کرده و مردم در این عالم خیال متاسفانه زندگی میکنن. بسیاری از خود مقامات جمهوری اسلامی یا نزدیکانشون، هواداران حکومت، اینا در خواب خرگوشی هستن، اینا در به نظر من اینها در عالم واقع زندگی نمیکنند، یه عالم هپرود هست. اصولا دستگاه روحانیت یک کارخانه خیال بافی و یک کارخانه داستان پردازی است، منتها اگر این کارخانه خیال بافی و داستان پردازی یک شرکت سینمایی بود یا یک مؤسسه نشری بود که آثار ادبی منتشر میکرد، خب میتونست فوایدی برای جامعه ایران داشته باشه، اما این کارخانه خیال بافی و این کارخانه داستان پردازی خودشو در مقام سیاست گذاری، در مقام اداره جامعه قرار داده و اظهار میکنه که داره عالم واقع رو به مردم معرفی میکنه، در حالی که آنچه که به مردم عرضه میکنه مجموعی از خیالات و داستانها و هپروتیات هست. برای اینکه خوب آشنا بشیم با این موضوع، یعنی مسئله خیال بافی و در واقع ارائه عالم هپروت، من به دو نمونه اشاره میکنم و بعد میرم به سراغ اینکه این کارخانه در واقع چه داره تولید میکنه دقیقا. یک نمونهش رو یک حدیثی بود که اخیراً در سایت باشگاه خبرنگاران دیدم. این باشگاه خبرنگاران یک سایت امنیتیه، وابسته است به رادیو تلویزیون دولتی و نیروهای امنیتی این رو راه انداختن، منتها اینا اسمای قشنگ میذارن برای اینکه مردم رو فریب بدن. این باشگاه خبرنگاران نیست، این یه سایت نیروهای امنیتی هست که در واقع برای خبرسازی ساخته شده. در این سایت ها برای اینکه خب دینداران رو هم مورد توجه قرار بدن، معمولا احادیثی رو هم میگذارن. این حدیث رو در این سایت باشگاه خبرنگاران من دیدم. این حدیث میگه که امام عسکری فرمود وقتی موسی به دریا رسید، خداوند به او وحی کرد به بنی اسرائیل بگو توحید مرا تجدید کنند و به قلبهای خود ذکر محمد سید و سرور بندگان مرا فرمان دهید و نفوس خود را در ولایت علی برادر و وصی محمد و اهل بیت طیبین او عادت دهید. ببینید چقدر باید دامنه خیال بافی و دامنه داستان پردازی در اذهان کسانی که این احادیث رو ساخته و پرداخته کردن و به جامعه عرضه کردن چقدر باید گسترده باشه که فرض میکنه که موسایی که 4000 سال پیش زندگی میکرده و قبل از اومدن پیامبر اسلام 2500 سال قبل بوده، موسی وقتی که به دریا رسیده خدا بهش میگه که به بنی اسرائیل بگو که به قلبهای خودشون ذکر کسی رو که 2500 سال بعد میاد، محبت این پیامبر اسلام رو داشته باشن، بعدم میگه فرمان بدید که چنین
خلاصه ذکر پیامبر اسلام رو در قلب‌هاشون داشته باشن و تکرار کنن. و حالا بعد هم به پیامبر اسلام هم اکتفا نمی‌کنه، موسی تمام جزئیات تاریخ 2000 سال بعد از خودش رو میدونه و میگه که نه تنها پیامبر اسلام، بلکه علی که برادر و وسیش هست، که در واقع اینجا داره شیعیگری رو هم تبلیغ میکنه در همین وسط، و اهل بیتش، یعنی تمام کسانی که بعد از علی اومدن، تمام ائمه شیعه، اینها همه باید خلاصه مورد توجه قرار بگیرن. کی اینا رو میگه؟ موسایی که چند هزار سال قبل از این داستانها زندگی کرده، اصلا در شبه جزیره، رنگ و بوی شبه جزیره عرب رو هم ندیده، در یه عالم دیگری بوده، در فلسطین بوده و بعد هم به مصر رفته و از مصر برمیگرده، اصولا تجربه‌ای نداشته از اینکه چنین عالمی وجود داره. موسی تمام این داستان‌ها رو برای مخاطبین خودش تعریف میکنه. خب این خیال بافی برای چیست؟ این خیال بافی برای این هست که بگن که این داستان اسلام داستانی است که پیامبران قبل همه میدونستن، همه میدونستن اینها میان و همه بنی اسرائیل هم امروز باید یه همچین محبت اهل بیت و بعد نائبانشون که روحانیون امروز هستن، همه اینها باید به اینها علاقمند باشن. داستان دومی رو که این داستان شاید هم جالبتر باشه از داستان اول، در باب حرم امام حسین، امام سوم شیعیان هست. این رو از سایت العالم براتون نقل میکنم که العالم یکی از شبکه‌های تلویزیونی عربی است که در واقع جمهوری اسلامی تبلیغات خودش رو برای دنیای عرب پخش میکنه و شیعیان لبنانی و عراقی و اینها رو استخدام کردن که اونجا کار کنن. این سایت میگه که داوطلبان طرح ترمیم دیوارهای حرم امام حسین هنگام کار کردن با معجزه جدیدی روبرو شدند. خب این معجزه جدید چی بوده؟ مدیر اجرایی این طرح ترمیم و مقاوم سازی دیوارهای حرم امام حسین میگه که دو تا معجزه در هنگام کار کردن اینها دیدن. معجزه اول این که هنگام استفاده از دستگاه سونار که با استفاده از اشعه ایکس میزان تراکم خاک را اندازه گیری میکند، میگه معجزه اول این وقت رخ داد. قصد داشتیم تا به میزان تراکم خاک تا عمق 15 متری پی ببریم، اما دستگاه نشان داد پیکر مطهر امام حسین در عمق 6 تا 7 متری سطح زمین است. این احتمالاً معجزه اوله. من متوجه نمیشم که این چه چیزیش معجزه است که این دستگاه نشون داده که خلاصه پیکر باید در عمق 6 تا 7 متری باشه، اما تا عمق 15 متری رو هم اینها در واقع دنبال کردن. معجزه دوم میگه در قدم بعدی با استخراج خاک حرم مطهر در عمق 11.5 متری متوجه بوی بسیار خوشی از آن شدیم و بوی عطر آن بسیار متفاوت از بوی خاک سایر بخش‌های حرم بود. معجزه دوم که در واقع معجزه اصلی است که میخواد این بابا نقل کنه این است که این پیکر اینقدر بوی خوشی داشته که به چندین متر این طرف و آن طرف خودش هم این بوی خوش رو تسری داده. حالا اینکه این چجوری قابل اثبات هست، و چون بسیار از افراد هستن در حالات خاصی بوهایی رو احساس میکنن ولی بعدا متوجه میشن که نه، یه بوی دیگری بوده. این رو ما همه در زندگی شخصیمون اینها رو احساس کردیم. این که حالا یه فردی چنین چیزی رو احساس کرده، این هیچ مبنایی نداره و گزارش های اینها چون درش انواع و اقسام انگیزه ها نهفته هست، این گزارش ها قابل توجه نیست. بسیاری از اینها این گزارش ها رو برای بالاییشون میدن تا بتونن این کارهاشون رو ادامه بدن. این کسب و کاریست، این داستان ساخت حرم ها یه کسب و کار بسیار پر رونق هست. دولت جمهوری اسلامی سالانه صدها میلیون دلار الان داره در عراق هزینه میکنه برای این کار. خب این باید این کسب و کار توجیه بشه، مشروع بشه برای عموم و برای دولت. خب این گزارش ها رو میدن چون بالایی‌ها این گزارش ها رو از اونها میطلبن. حالا فراتر از اون ممکنه برخی از مؤمنان هم چنین احساساتی رو پیدا کنن که اینها عمدتاً تصورات و توهمات افراد هست. این
علت دیگرش میتونه این باشه که انقدر اونجا روی این خاک عطر ریخته باشن که وقتی که اینها رو استخراج میکنن این بوی عطر به مشام برسه، این هم میتونه علت دیگری باشه. ولی خب بالاخره اصل ماجرا این هست که اینا دارن داستانهایی رو نقل میکنن برای اینکه مردم رو هرچه بیشتر به خاندان اهل بیت و بعد هم نائبانشون و گزارشگرانشون و راویانشون که روحانیت امروز باشن، مردم رو باورمند بار بیارن. این سیستمی است که خب برای اینها کار کرده و طبعا باید در چارچوب این عمل کنن. بخشی از این دو داستانی که خدمتتون عرض کردم تنها داستانهایی نیستن که در این دستگاه تبلیغاتی میاد. شما مرتب میبینید که در سایت‌های مختلف اینترنتی خبر میدن از اینکه فلان بیمار در فلان حرم شفا پیدا کرده. از این معجزات ساختگی بسیار هست، حالا غیر از معجزاتی که در گذشته در تاریخ ادیان هست، این معجزات هر روزه هم از نظر اینها اتفاق میفته و اینها مرتب گزارش میشه. خب اینها بخشی است از این کارخانه، یعنی کارخانه مدام در حال تولید داستان هست، داستانهای مختلف برای اینکه مخاطبین خودش رو سرگرم کنه و این مخاطبین کاملا در اون چارچوبی که اینها میخوان عمل کنن. به نظر من یک کارخانه هست، این کارخانه ای که داره مرتبا خیال بافی و داستان پردازی رو در ایران ترویج میکنه، تشویق میکنه و تولیدات خاص خودش رو هم داره و البته مصرف کنندگانی هم این تولیدات دارند. خب بخشش کسانی هستن که باورمندن، بخشم کسانی هستن که برای اینکه از منافع حکومت برخوردار بشن طبعا باید وانمود کنن که دارن اینجور کالاها رو مصرف میکنن. خب این کارخونه، این کارخانه خیال بافی، این کارخانه داستان پردازی چگونه عمل میکنه؟ یک به یک من توضیح میدم. یکی از کالاهایی که این کارخونه تولید میکنه در واقع چیزی است که اسمشو میذارن معرفت، معرفت دینی. خب معرفت رو اینا چی تعریف میکنن؟ معرفت اطلاع از باید و نبایدهای یک جامعه قبیلگی 1400 سال پیشه که در چارچوب شریعت شکل گرفته و به جامعه ایران داره عرضه میشه و مجموعه است از ادعاهای بیپایه و اساس و سلیقه های رهبران دینی در مورد رستاخیز، در مورد اینکه خدا چه صفاتی داره، فرشته ها چگونه هستند. این مجموعه است از این توهمات و تخیلات که داره به جامعه عرضه میشه. اینها هیچ پایه و اساسی در عالم واقع نداره و کاملا مبتنی است بر توهم نسبت به عالم خارج. اینها رو به عنوان واقعیت مطرح میکنن ولی اینها همه برساخته ذهن، اینا مطالب ذهنی هست. بنابراین یک چارچوب معرفتی درست کردن. امروز هم دارن تلاش میکنن با داستان اسلامی سازی تمام علوم رو در همین چارچوب ها بریزن. اگر وجهش تجربی یا عقلانی در علوم انسانی وجود داره اینها رو کنار بزنن و این چیزها رو، این معارف بیپایه و اساس رو، البته اینا من اسمشو معرفت نمیگذارم ولی اونها معرفت میگن، اینها رو در اون چارچوب ها قرار بدن و به مردم بفروشن. خب این کارخونه یک کالای دیگری به مردم عرضه میکنه به عنوان ایمان. ایمانی که این کارخونه عرضه میکنه، ایمان به معنای رابطه شخصی و خصوصی میان یک فرد و یک منبع مقدس نیست، چون این دم و دستگاه روحانیت باید این وسط نقش داشته باشه. ایمانی که اینها معرفی میکنن باور به گفته ها و در واقع اعمال رهبران مذهبی هست. در واقع ایمان رو اینها تقلیل میدن به باور، تقلیل میدن به اطاعت، در حالی که ایمان چیز دیگری است. ایمان با باور فرق میکنه، ایمان با دین هم فرق میکنه، چون دین یک نهاد دنیوی است. اون چه که به عنوان ادیان ذکر میکنن نهادهای دنیوی هستن که دخل و خرج دارن، سازمان دارن، تشکیلات دارن، ساختمون دارن، ایناست که میشه دین. اون چه که فرد باش سر و کار داره ایمان هست و اگر به شکل یک مجموعه عقیده در بیاد میشه الهیات، میشه کلام، میشه مجموعی از باورها. ولی اون چه که از ایمان به مردم ایران توسط روحانیت شیعه عرضه میشه عمدتا باور به رهبران مذهبی هست. خب در همین چارچوب هم هست که میشود تفتیش عقاید انجام داد، غیر همدینها رو کشت، از دین برای توجیه قدرت مطلقه استفاده کرد و در واقع بردگی و بندگی در برابر نهاد روحانیت رو ازش نتیجه گرفت.
خب این کارخونه، یعنی محصولات این کارخانه رویاسازی، این کارخانه خیال بافی، این محصولات با چه روشی تولید میشن؟ یکی از روش‌های بسیار مهم اطمینان بخشیه. اینها با قاطعیت از باورها و عقایدشون صحبت میکنند، در حالی که در این عالم واقع دادن اطمینان در باب این داده هایی که همش بشری هست و سیاست ها و احکام و اینها واقعا کار بسیار دشواری است. ما اطمینانی نداریم به اینکه حالا این روشی رو که امروز داریم پی میگیریم این روش 100% درسته، فکر میکنیم درسته انجام میدیم، یا روش های دیگر رو دیدیم که نتیجه نداده اون عمل نمیکنیم، به روش دیگری عمل میکنیم. از مشخصات علوم بشری، علوم دنیوی، علوم تجربی متواضع بودنشونه، اینه که ادعاهای خیلی گنده‌ای ندارن. اما این کارخونه ادعاهای بزرگی داره، میگه که آقا تمام این چیزایی که من به شما میدم، این تولیداتم، همه رو دارم با قاطعیت به دست شما میدم. از نکات مهم که در بازار آزاد امروز وقتی کسی کالایی رو تولید میکنه به دست شما میسپره این هست که شما قدرت ارز به شما با اطلاعات قدرت ارزیابی میده و شما میتوانید تشخیص بدید که این کالا رو بخرید نخرید، سبک سنگین میکنید. و اون کسی هم که این کالا رو تولید کرده حتی بعد از اینکه کالایی رو به شما میفروشه، شما میتوانید این کالا رو اگر راضی نبودید ببرید پس بدید. در کشور غربی اینطوری است. اما کالایی رو که این کارخونه تولید میکنه، کارخونه خیال بافی، در برابرش هیچ گونه پاسخگویی وجود نداره. یعنی اینها اصولا در برابر کالاهای دروغین، در برابر کالاهایی که خشونت میآفرینه، در برابر مجموعه تولیداتشون به هیچ وجه پاسخگو نیستن. شما کافیست اسم خودتون رو بگذارید مداح، بذارید روحانی، بذارید قاری و هر کاری دلتون میخواد انجام بدید و از هر گونه مجازاتی هم فرار کنید. این اعمال زشت شما به شدت میتونه عادی جلوه کنه. به همین دلیل هم هست که این دینی که ما امروز باش سر و کار داریم، یعنی دینی که شکل نهادینه پیدا کرده، دینی که در امروز در ایران بالاخص قدرت به دستش هست، این دین کاملا فساد آوره. در جامعه امروز ایران من همیشه با یک ملاک فساد افراد رو میتونم اندازه بگیرم. هر چقدر اینها با نهادهای افراد، با نهادهای دینی فاصله بیشتری داشته باشن، شما مطمئن باشید اون افراد کمتر با فساد و سوء استفاده از قدرت درگیر هستن. و هر چقدر با این نهادها نزدیکتر باشن، میتونید با اطمینان بگید که اینها فاسدترن. چون نهاد دین اصولا نهادی نیست که قرار باشه به مردم پاسخ بده. خب این کارخانه خیال بافی و این کارخانه رویا بافی با کالاهای دیگران چطور برخورد میکنه؟ چون دیگران هم هستن که همچین کالاهایی رو تولید میکنن، ادیان دیگر هم هستن. اینها میگن که بقیه کالاها همه قلابی و دروغ هست، دروغین هست، این کالاها همه در واقع انحرافی است، اون کالاها همه از راه راست خارج شده، همه ملعون به لعنت الهی است. کالاهای دیگری رو که دیگران تولید میکنن و دیگرانی که دارن این کالاها رو مصرف میکنن، چون در واقع اهل ادیان دیگر رو جهنمی میدونن و ملعون میدونن. حالا البته اگر شما از بیرون نگاه بکنید، چون اهل دیگر ادیان هم اینها رو ملعون میدونن و اگر قرار باشه که خدایی باشه و به حرف تمام این مؤمنان گوش بده، تمام اینها ملعون میشن، چون به تناسب همدیگر رو ملعون میدونن و جهنمی میدونن. و خب این نتیجه رفتار بسیاری از این اهل ادیان هست، مگر ادیانی باشن یا در واقع برخی از شاخه های این ادیان باشن مثل عرفا که دل بازی داشته باشن و معتقد باشن خدا رحمتش رو به همه تقسیم میکنه و پرهیز کنن از منفور دانستن یا جهنمی دانستن دیگران. خب ادعای دیگر این اهل این ادیان این هست که اینها بهترین کالا رو تولید میکنند. خب نتیجه این ادعا این هست که هیچگاه نیازی به بهبود کالا نیست. به همین دلیلم معمولا اهل ادیان با هر گونه اصلاح مذهبی، با اصلاح چارچوب هایی که دارن باید زندگی میکنن، با اون اصلاح مخالفت میکنن. علتش این است که معتقدن بهترین کالا رو دارن عرضه میکنن. وقتی شما بهترین کالا رو دارید عرضه میکنید، دیگه نیازی به بهبود کیفیت
برای شما نیست. خیال بافی هایی که عرضه می کنن معتقدن اینها بهترین خیال بافی هایی است که خود اونها البته اعتقاد ندارن خیال بافی است، میگن ما داریم واقعیت رو میگیم، ولی واقعا خیال بافی هایی که عرضه می کنن معتقدن که بهترین واقعیت هاست و در هیچ مغازه دیگری اینها رو نمیشه پیدا کرد. وقتی چنین تصوری وجود داشته باشه دیگه شما همه چیز رو میدونید، نیازی دیگه اصلا به تحقیق نیست، نیازی به دانش و تکنولوژی نیست. اگر هم احتیاج داشتید مال دیگران رو بردارید به اسم خودتون جا بزنید و بهش هم افتخار کنید، مثل همین برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که همه تجهیزات و امکانات و دانشش و اینها از دیگران گرفتن ولی ادعا میکنن که خود ما اینا رو درست کردیم. ادعاهای در واقع بی اساس و بی پایه‌ای هست. فراتر از آن، نه تنها اینا معتقدن که بهترین کالا رو عرضه میکنن، بلکه معتقدن معجزه میکنن. کالاهایی رو که عرضه میکنن بسیاریش رو معتقد هستن که اینها معجزه هست. همین امور دنیوی عادی رو که اتفاق میفته اینها رو به عنوان معجزه به دیگران میفروشند که در واقع اساسش مبتنی است بر فریبکاری و فروش کالای تقلبی به دیگران. خب کالای اختصاصی که اینها عرضه می کنند، حالا در برابر اینها خب فلسفه هست، علوم مختلف هست، به بسیاری از حرفایی که اینها می زنند اون دانش های بشری دارن جواب می دن. این که مثلا دنیا چه شکلی هست، دنیا چجوری کار می کنه، طبیعت چگونه کار میکنه، قوانین طبیعی چگونه هستن، در این زمینه ها خب علم بشری بسیاری از پاسخها رو پیدا میکنه. اما اهل ادیان میان یک پرسش هایی رو که اولا پرسش های مبهمی هستند و ثانیا پرسش هایی هستند که اصولا هیچ کس نمیتونه به اونها جواب بده و پرسش هایی هستند که اصولا بشر عاجز هست از اینکه پاسخش رو پیدا کنه، اونا رو به عنوان پرسش‌های بنیادی به شما تحویل میدن، میگن ما به عنوان اهل دین میتوانیم به این پرسش‌ها پاسخ بدیم، دانش بشری و فلسفه و علوم دیگه نمیتوانن جواب بدن. این پرسش‌ها چیه؟ اینکه شما از کجا اومدید، به کجا میرید، نمیدونم عالم چجوری خلق شدید، کی شما رو خلق کرده. این در واقع پرسش‌هایی است که اصولاً وقتی که به کنهش میرین پرسش هایی است که پاسخ ناپذیره. این که ماده چجوری شکل گرفته هنوز جزء مباحثی است که دانشمندان دارن در موردش تحقیق میکنن. در موردش نقطه‌ای که جهان در واقع از اون نقطه بست پیدا کرده، بیگ بنگ، تئوریایی وجود داره، نشانه هایی، شواهدی وجود داره، اما واقعا این که ماده چگونه شکل گرفته این از اون سوالات دشوار است. یا اینکه من بعد از اینکه مردم به چه سمتی میرم، هیچ کس نمیدونه. اینا پرسش هایی است که اصولا بشر ذهنش نمیتواند پاسخ بده اگر متواضع باشه. اگر انسان برسه به اینکه آقا برخی از پرسش ها هست که من نمیتونم بهش پاسخ بدم، اینا پرسش هایی است که باید کنار گذاشت. اما اهل ادیان، رهبران مذهبی میان و میگن که ما میتونیم به این پرسش ها پاسخ بدیم. مجموعه ای از خیال بافی ها رو به شما به عنوان پاسخ عرضه میکنن. این خیال بافی ها چی هست؟ این که یک روز رستاخیزی وجود داره که در اون روز تمام این موجوداتی که از بین رفتن اینها همه برخواهند خواست. این که یک روز داوری وجود داره، در مورد تمام اعمال شما داوری خواهد شد. این که یک روزی عالم نبوده، بعد یک موجودی که اصلا معلوم نیست این قدرتش رو از کجا آورده، همه توانه، همه دانه، همه چی میدونه، هر کاری میتونه بکنه، دستور داده که بشو و همه عالم شده. پاسخهایی است که اصولا مبتنی است بر تخیل، به درد داستانهای تخیلی میخوره. و جالب هم هست، کسانی که علاقه‌مندن به داستانهای تخیلی میتونن این داستانها رو بخونن و از اونها لذت ببرن، اما عالم واقع رو اینها حکایت نمی کنه. این کالای اختصاصی است که این مغازه ادیان تلاش میکنن بهش پاسخ بدن. یه نکته خیلی جالبی که وجود داره در میان کسانی که این کارخونه رو دارن اداره میکنن و این تولیدات رو عرضه میکنن، ادعای اونهاست که ما همه نیازهای شما رو میدونیم. مثل این میمونه که یه کارخونه
رئیس یک کارخانه پوشاک سازی ادعا کنه که تمام نیازهای پوشاک بشری رو میدونه و به تنهایی میتونه به تمام نیاز از ذهن شما هم خبر داره و میدونه در هر در لحظه چه چیزی رو باید بپوشید، در حالی که هیچ کس از نیازهای همه خبر نداره. حدس و گمان‌هایی است یا یک تجربیاتی میکنن، بعد تست میکنن، آزمایش میکنن، بعد یه کالای رو تولید میکنن به بازار میدن. اما اینها معتقدن که ما به تمام نیازهای شما رو خبر داریم. با نوعی تمامیت خواهی اینا ادعا میکنن که میدونن شما حتی در رخت خواب چگونه باید با همخوابتون رابطه جنسی برقرار کنید، چه زمانی، در کدام حالت. ادعا میکنن که میدونن خدا از شما چه انتظاری داره، اون موجودی که خودشون خلق کردن، میگن که میدونن که از شما چه انتظاراتی دقیقا داره و اینکه در زندگی چطور باید رفتار کنید. اساس شریعت اصولا همینه، ادعای بیپای و اساسی است که یه گروهی خبر دارن از تک تک نیازهای شما، در حالی که هیچ کس واقعا از مجموعه نیازهای شما خبر نداره غیر از خود شما. نکته دیگر این که تولید کنندگان این کالاهای در واقع خیالی ادعا دارن که کالاشون کاملا کامله، خضوع علم بشری رو ندارن، در حالی که اون چیزی که کالاهایی که بشر تولید میکنه، خب همه میدونن که اینا هزار جور نقص و عیب دارن، بعد هی اینا رو تکمیل میکنن، نمونه های جدیدش رو میدن. اما اهل ادیان ادعا دارن که نه، کالای ما کامله و دیگه هیچ نیازی نیست که تغییری درش صورت بگیره. محدوده تأثیر علم خیلی اندک هست، اما این کارش رو در همون محدوده اندک تلاش میکنه که با دقت دنبال کنه. اما محدودهی که این اهل ادیان دارن محدوده بسیار بزرگیه و کاملا هم با بیدقتی این ادعاها رو عرضه میکنن که ادعای کمال رو هم در این حال دارند. خب فراتر از این ادعای کمال، کسانی که این کالاهای خیالی رو به شما عرضه میکنن و به شما میقبولانن که شما به این کالا نیاز دارین، این کار رو نه به عنوان کسب و کار، نمیگن ما داریم کسب و کار میکنیم، نمیگن که ما داریم از این طریق زندگی میکنیم، از این طریق داریم منابع شما رو به دست میاریم، از این طریق داریم امکانات شما رو مصرف میکنیم، این کار رو هم به عنوان خیرخواهی میگن، ما خیر شما رو میخوایم، داریم به شما کمک میکنیم، به عنوان خیرخواهی تحت عنوانهای اخلاقی و معنوی به شما این کالا رو میفروشن که در واقع تصور نکنید که اینجا یک معامله عادی داره صورت میگیره، ما داریم به شما کمک میکنیم، ما داریم یه خدمت خاصی رو به شما انجام میدیم، نیت خیر کاملا داریم، کسب و کار بودن رو کاملا نفی میکنند. میگن به شما که با کسانی که مثلا در صنعت نفتن یا داروسازی یا بازار سهام اینها تفاوت دارن، در حالی که واقعش اینطور نیست، اینا هم یک نهاد دنیوی هستن، یه کالاهایی رو دارن، این کالاشون رو میارن به جامعه میفروشن و اگر مردم واقعا به این نکته پی ببرن، کالاهای اینها رو هم مثل کالاهای نفتی یا کالاهای شرکت‌های داروسازی میان اونها رو داوری میکنن، میسنجن، ارزیابی میکنن قبل از اینکه کالایی رو تهیه کنن، با کالای دیگه مقایسه میکنن. کار دیگری که اهل ادیان درش بسیار خبره هستن این است که بازار کالاها و محصولات دینی رو، این خیال بافی هایی رو که به جامعه میفروشن، این بازار رو همیشه گلالود میکنن. چجوری گلالود میکنن؟ با تئوری هایی مثل چند فرهنگی که مثلا این کالایی که ما داریم الان به شما عرضه میکنیم که مثلا زنها برای اینکه جامعه پاک بشه باید زنها رو، کسانی رو که به شوهرشون خیانت میکنن، باید با سنگ کشت، کسی رو که مثلا یه تخم مرغ دزدید باید انگشتاش رو برید، اینا در واقع محصولاتی است که داره به جامعه عرضه میشه دیگه. این برای اینکه بازار رو گلالود کنن میگن که این بخشی از فرهنگ ماست، اگر یه گروهی جای دیگری از دنیا با اینها مخالفن، اونم فرهنگ اونهاست. این کالاها رو با نسبیت فرهنگی به شما میفروشن، با چند فرهنگی به شما میفروشن، با ضدیت با غرب، با تنفر از غرب، درست کردن یه لولوی به اسم امپریالیسم، این کالاها رو به شما میفروشند. متاسفانه برای اینکه شما ارزیابی نکنید این کالاها رو، هر گونه معیار و سنجه رو نفی میکنن، میگن که باور به دین مبتنی بر فقط این هست که ما حقیم و این حرف حقه،
شما حق سنجیدن، حق ارزیابی ندارید. کالاهای دینی، محصولات دینی، تخیلاتی رو که ادیان عرضه میکنند، توهماتی رو که عرضه میکنند به عنوان راه حل، اینها قرار نیست که درشون تحقیق بشه. اینا قرار نیست که مردم بسنجن ببینن واقعا تاثیر داشت یا نداشت. بیایید بسنجیم ببینیم در 14 دهه گذشته که احکام شرعی در ایران انجام عمل شده، اجرا شده، آیا واقعا جرم و جرائم کاسته شده یا نه. واقعیتش اینه که نه. تعداد زندانیان در ایران در سال 57 بوده 10,000 نفر، در سالهای اخیر بوده 600,000 نفر، یعنی 60 برابر شده. جمعیت کشور 2 خورده‌ای برابر شده، 2.3. ولی میزان زندانی ها 60 برابر شده، میزان جرائم 10 برابر شده. نشون میده که اجرای این احکام، احکام شرع، علی رغم ادعایی که آقا اگر این کالا رو بگیرید شما رو شفا میده، جامعه رو شفا میده، یه چنین اتفاقی نیفتاده. این واقعیت های... البته کسی اگر بیاد این حرفا رو بزنه در ایران، او رو از زندگی ساقط میکنن. افراد نمیتوانن، اونایی هم که میدونن این چیزها رو نمیتونن به راحتی بیان و اینها رو بگن، چون نفی شریعت و احکام خاصی داره، اونها رو مجازات میکنن. نکته بعد این که کسانی که این خیال بافی ها رو، این کالا رو به جامعه عرضه میکنن، نه تنها این کالاها رو کالاهای مناسب برای جامعه ایران میدونن، معتقدن که این کالاها در همه جای عالم جواب میده. این خیال بافی ها، این توهمات، این دستوراتی که به هیچ دردی نمیخوره، اینها برای همه جهان خوبه. و بعدم همه دنیا تشنه اینان. مردم دنیا خبر ندارن، اگه بدونن واقعا ما چه کالایی داریم، همه سراسیمه تو صف میستن، حمله میکنن برای اینکه این کالاها رو تهیه کنن. به همین دلیل هم بخش قابل توجهی از منابع کشور رو امروز اینها دارن مصرف میکنن برای اینکه اسلام رو، اسلام مد نظر خودشون رو به همه دنیا بسط بدن، حکومت خودشون رو در منطقه نفوذ بدن با جنایاتی که داره انجام میشه. یک نمونه خیلی سادهش در همین هفته گذشته بمباران شیمیایی بود که در سوریه صورت گرفت. رژیمی که جمهوری اسلامی کاملا داره حمایتش میکنه، بمب شیمیایی میاندازه و کودکان، بچه های کوچیک رو در عرض یک لحظه اونها رو از نفس کشیدن ساقط میکنه. یک صحنه ای رو که خود من امروز صبح دیدم و واقعا متاثر شدم، پدری بود با دو کودک 9 ماهه که هر دو در آن واحد جانشون از دست داده بودن. از این صحنه ها بسیار هست. اینا رو شما متاسفانه خیلی بعید میدونم که تلویزیون جمهوری اسلامی بیاد و این چیزها رو نشون بده. کافیست نگاه کنید شبکه‌های خبری دیگر رو، می‌بینید که بشار اسد امروز در سوریه داره چه می‌کنه. اینا بخشی است از این داستان نفوذ بین‌المللی، بست نفوذ بین‌المللی حکومت جمهوری اسلامی در منطقه، حمایت از جنایتکارانی مثل بشار اسد. حالا در کنار همه این جنایت‌هایی که برای بست حکومت اسلامی داره صورت میگیره، اینها معتقدن که خیلی هم انسان دوستن. اگر کسی در دنیا بگه که آقا اسلام، بخش قابل توجهی از اسلام اصولا با شمشیر پیش رفته و امروز هم مسلمون ها خیلی راحت دست به خشونت میزنن، چه در خونهشون، چه در جامعهشون، چه در سطح بین المللی، چه با اعمال تروریستی، چه با کتک زدن زنانشون، که همه اینها مشروع شمرده شده در چارچوب شریعت، ادعا میکنن نه، دین اسلام دین صلحه، دین اسلام دین چیز هست، احترام به انسان و مبانی انسانی هست. و البته خب کسانی که در معرض این گونه خشونت ها قرار میگیرن، اونها به راحتی میتونن قضاوت کنن که آیا واقعا اسلامی رو که اینها عرضه میکنن، دینی که اینها عرضه میکنن، واقعا دین صلحه، دین مسالمته. خیلی سخته دفاع کردن از این نظریه. خب در کنارش هم ادعا میکنن که این تروریست ها مسلمان نیستن. حالا چه کسی حق داره، اعتبار این رو داره که یه عده رو از مسلمانی ساقط کنه؟ کسانی که خودشون نماز میخونن، شهادتین رو گفتن، بعد میان این اعمال جنایتکار رو انجام میدن، خودشون ادعا دارن مسلمان هستن، چطور ما حق داریم بگیم که اونا مسلمان نیستن؟ کارهایی که این کارخونه انجام میده، به نظر من هیچ کدامش به صلاح جامعه بشری نیست
و هیچ کدومش به صلاح و مصلحت و صلح و رفاه جامعه منجر نخواهد شد. ببینید، سرکوب جنسی، اینکه شما بیایید نیازهای ابتدایی بشر رو سرکوب کنید، هیچ وقت به صلح نمیرسه. نمیشود دختران و پسران رو از هم تفکیک کرد، زنان و مردان از هم تفکیک کرد، بعد انتظار داشت که اینها اگر یه جایی با هم برخورد کردن به هم احترام بذارن، با هم کنار بیان. باید اختلاط وجود داشته باشه تا پسران دختران به حضور همدیگه عادت بکنن و به بدن همدیگه احترام بگذارن. اگر خواستن به بدن دیگری دست بزنن اجازه بگیرن. بدون اینکه این ارتباطات باشه این اتفاق نمیفته. سرکوب جنسی من معتقدم در هیچ جامعه‌ای به صلح نمیانجامه. همیشه سرکوب غرایز بیشتر مشکل ایجاد میکنه تا اینکه مشکلات رو حل کنه. نکته دیگر این که اگر شما بخواید فقر رو در جامعه از بین ببرید، راهش ادعاهایی که مارکسیست‌ها میکنن یا اسلام‌گراها میکنن که ثروت رو باید توزیع کرد، هیچ وقت هم این کارو نکردن، همش ادعاهای بیهوده و باطل بوده. در هر جامعه‌ای برای از میان بردن فقر باید به زنان قدرت بخشید. زنها وقتی قدرت داشتن، زنها وقتی که شغل داشته باشن، زنها وقتی کار داشته باشن، زنها وقتی که سواد بالاتری داشته باشن، اینها می توانند فقر رو در جامعه ریشه کن کنند. راهش قدرت بخشی به زنان هست، در حالی که مجموعه تعالیم این کارخانه رویابافی، این کارخانه توهمات، تمام تعالیمش سرکوب زنان هست در همه ابعادی که شما میتونید تصورش بکنید. فرهنگی که عرضه میشه به عنوان فرهنگ امروز توسط اهل دین، بالاخص اهل دین اسلام در دنیا، فرهنگ محدودیت، فرهنگ سانسوره، فرهنگ کشتن کاریکاتوریسته، فرهنگ فیلترینگ، فرهنگ پارازیت. نبینید، نشنوید، چشماتونو ببندید. اگر کسی هم یه حرفی زد که مخالف شریعت بود، این باید مرتب عذرخواهی بکنه تا کشته نشه یا از زندگی ساقط نشه. خب با کودکان اینها چه میکنند؟ این اهل این کارخانه، اهل این کارخانه به دست کودکان یک متنی رو میدن که 1400 سال پیش تنظیم شده و به کودکان میدن که این متن رو مرتب بخونن. شما برید در افغانستان، در امارات متحده عربی، در عربستان، اونجایی که مراکز تعالیم اسلامی هست، یک متن رو به کودکان میدن و اینها همینطور باید بلبلوار این متن رو تکرار کنن. بعد هم که میفهمن، اونایی که عربی میدونن، بعد میبینن که این متن هم مرتبا داره به کشتار دعوت میکنه. این متن اساسش مبتنی بر نفی حقوق زن هاست، این متن اساسش بر انسان حراسی است، اساسش بر بیگانه حراسی است. یه متنی رو به افراد میدن، تکرار میکنن، که من معتقد هستم که دمخور بودن با این متن هیچگاه در هیچ جامعه ای افراد رو به عقلانیت و صلح رهنمون نمیشه. ادعا میکنن که اینطور نیست. مسلمان ها ادعا میکنن که نه، اسلام دین صلح و دین آرامش و دین کنار آمدن و تساهل و مدارا هستن. حداقل بخشی از کسانی که سمت اصلاحات مذهبی رو میگیرند. اما باید از اینها پرسید که واقعا کدام فتوای یکی از این مراجع مذهبی، چه شیعه و سنی، خشونت جمهوری اسلامی رو و داعش رو محکوم کرده؟ حالا در موارد بسیار کوچیکی بوده، مثلا آقای منتظری کشتارهای سال 67 رو در زندان محکوم کرده، اما همین آقای منتظری کشتارهای اول انقلاب، کشتارهای سران رژیم پهلوی یا کشتن گروه های مخالف در خیابان، در خانه های تیمی، اونها رو کسی، من ندیدم از مراجع شیعه اینها رو محکوم کرده باشه. در عالم اهل سنت هم امروز ببینید چه جنایاتی رو داعش و القاعده دارن مرتکب میشن و ما کمتر میبینیم کسی فتوایی علیه اینها صادر کرده باشه. خب در پایان این بحث ممکنه که کسی بگه که ببینید، امروز در ایران 12 میلیون دانش آموز وجود داره، 5 میلیون دانشجو وجود داره، دانشگاه هست، مراکز تحقیقاتی هستن، اینها مسیر رو عوض میکنن. من خیلی خوشبین نیستم. علتش این هست که در این مراکز آموزشی کتابهایی که اینا میخوانند، معلمانی که هستند،
چه در مدارس، چه در دانشگاه‌ها، چه در اون مؤسساتی که اسمش تحقیقاتی هست، همه در دست همین اسلام‌گراهاست. یا کسانی اگر نیستن مجبورن خودشونو سانسور کنن، وگرنه نمیتوانن اونجا به کار ادامه بدن. در همین دانشگاه‌هایی که ادعا میشه که 5 میلیون دانشگاه هست، اکثر اساتید همین مقامات جمهوری اسلامی هستن. حتی سران حزب الله، کسانی که در خیابان مردم رو کتک میزنن، امروز استاد دانشگاه هستن، آقای الله کرم. بسیاری از کسانی که نقش سرکوب در جامعه ایران دارن، اینا امروز متاسفانه دارای مقامات دانشگاهی هستن. در دانشگاه‌های ایران وصیت‌نامه آقای خمینی تدریس میشه. انتظار نداشته باشید از این دانشگاه‌ها علم و در واقع عقلانیت و آشنایی با واقعیات عالم چندان ازش بیرون بیاد، و اگر اومد باید اونها رو استثناء دونست، باید تعجب کرد. در مواردی هست که کسانی هستن میرن به این حرفا هم توجه نمی کنن، اما تعدادشون بسیار محدود هست. اکثر افراد تحت تأثیر این گونه آموزش ها قرار می گیرن. یا در مراکز تحقیقاتی، عمدتاً تحقیقات در ایران امروز بخش قابل توجهی از بودجه تحقیقاتی صرف اموری میشه که اسمش گذاشتن تحقیقات دینی. همین متون دینی رو هی سوراخ میکنن و خیال بافی های تازه‌ای رو تولید میکنن، و این مجموعه از این خیالاتی رو که وجود داشته در این احادیث آمده، اینا در کنار هم میگیره، قرار میگیره و شکل های تازه‌ای تولید میشه از این مجموعه خیال بافی هایی که به جامعه داره عرضه میشه. خلاصه سخن من این هست که روحانیت شیعه، چه قبل از اینکه قدرت رو به دست بگیره و چه بالاخص بعد از اینکه قدرت رو در ایران به دست گرفته، یک کارخانه خیال بافی و داستان پردازی و در واقع یک عالم هپروت داره به جامعه ایران عرضه میکنه، عالمی که اصولا قابل تحقق نیست، اصولا نمیشه پیادش کرد، پیاده شدنش هم مضر هست. اگر روزی اینها بتوانند اون عالم خیالیشون رو متحقق کنن، اون روز مرگ جامعه ایران هست، که البته جامعه ایران به نظر من امروز هم در حال احتضار هست با این سیاست هایی که اعمال شده. این دستاورد روحانیت هست در واقع مجموعه تعالیمی که به جامعه ایران عرضه کرده، که به نظر من عنوان اصلیش هست کارخانه توهم سازی و کارخانه رویا پردازی، رویاهایی که اینها به عنوان واقعیت متاسفانه به جامعه ایران دارن عرضه میکنن. با این بحث من خاتمه میدم به برنامه هفتم از دوره 18 برنامه در غیر این صورت، و تا هفته آینده که در برنامه دیگر در خدمتون خواهم بود، روزها و شبهای خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.